واقعا ابراز قدردانی کنم و امتنان کنم تشکر دکتر و فیلی. قدردانی کنم از خدمات ارزنده شما در تمامی امی دوران زندگی شایسته سالار تشکر شما شما شفقت. و امی وقتش است دیگه با امتنان از امی و قدردانی از زحمات و خدمات شما، ما و شما هر دوی ما امروز در خدمت بیننده و شنونده محترم قرار داشته باشیم. بله. خب دکتر صاحب، کمی با شما باز و آزاد صحبت میکنم. شما یک قطعنامه یا یک تقاضانامه ای را در صفحات اجتماعی انتشار دادیم که اگر اجازه باشه شما من چند سطرش را بخوانم، باز شما بیشتر توضیح کنید. بفرمایید. ایجا شما نگاشتین: هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی، پس از کوشش های فراوان تقاضانامه قانونی زیل را در مطابقت کامل با مواد قانون اساسی آمریکا به خاطر بازپرسی قانونی و به محکمه کشانیدن زلمه خلیلزاد ببخشید. اخیراً به قصر سفید آمریکا ارائه و در آنجا رسما درج و ثبت شده است. تقاضانامه مذکور زلمه خلیلزاد را به طور مستند به ارتکاب جرایم سنگین مستند زیل متهم ساخته است. 1. ارتباط خیانت و وطن فروشی علیه منافع والای ملی مردم آمریکا و مردم افغانستان به خاطر مقاصد و منافع کاملا فردی و شخصی. 2. توسل به توطئه و تبانی با رژیم متجاوز و تروریست آیس‌های پاکستان علیه منافع ملی آمریکا و افغانستان از طریق به بیراه کشانیدن و ناکام ساختن مواد موافقتنامه های بن سال 2001. یک ماده دیگر را میخوانم، بعد من سوال خود از شما دارم میکنم. بفرمایید. توسل به توطئه و تبانی با رژیم متجاوز، خب ایرا فکر میکنم که توسل به توطئه و تبانی با رژیم متجاوز و تروریست آیس‌های پاکستان به خاطر حفظ و ادامه مداخلات آن کشور علیه منافع ملی آمریکا و افغانستان از طریق به قدرت رسانیدن مجدد مزدوران جنگی و تروریست رژیم نظامی پاکستان یعنی طالبان در افغانستان و تلاش‌های تباه‌کن و ناکامی که تامین اکنون از جانب زلمه خلیلزاد این خائن ملی به زعم شما و وطن فروش بر ضد منافع ملی آمریکا و افغانستان همچنان ادامه دارد. خوب، و البته مواد دیگر هم در اینجا درج است. دکتر صاحب، سوال در اینجا است که زلمه خلیلزاد یک شخص است و درست است که در اینجا زلمه خلیلزاد در اول باید امی توافقنامه ای را که با طالبا امضا کرد، ای کاش که شرط اولی از این توافقنامه ایجاد یک آتش بس با طالبا می بود، ولی در کل سیاست خود ایالات متحده امریکاست، یک برگشت سیاسی را انجام داده، ولی شما فوکس کردین سر یک شخص. امینو می خواهم توضیح بتین که چرا مثلا ما زلمه خلیلزاد خائن ملی بگویم و چرا همه اتهامات به گردن یک شخص بردیم. از شما میخوایم بشنوم. جناب آریان صاحب، بسیار سوال بسیار اساسی را مطرح کردین و بسیار متشکر هستم. سیاست ها وقتی که در معرض تطبیق قرار میگیرن یا او ابتکار میشه، مردمدار بالاخره یک فرد بالاخره در اموجیریان قرار دادن از اون نقش می داشته باشد. بله. از یک طرف، و از طرف دیگه ما همیشه در ارتباط با کلمه امریکا و طور کلی بسیار محتاط می باشم. بله. از اینکه در امریکا بسیار نیروهای سالم وجود داره که ما امروز از اونا کار میکنیم و اونا در تفاهم با ما قرار دارن، چی در برخوردشان در قبال رژیم تروریست پاکستان و چی در ارتباط با مزدورانشان در داخل طالبان و شبکه های تروریستی دیگر، من جمله به اصطلاح داعش ساختگی که امو طالب و القاعده است و یا آیسیس که به جهان میگیم. اینجا ما بسیار نیروهای قوی یعنی داریم که به خصوص در کانگرس و یا مجلس نمایندگان خلیلزاد از وزیر خارجه که خودش یک عنصر
در دست اداره فاسد و ناوکار و مداخلگر دانالد ترامپ است قرار می داشته باشه. برای از اینکه ما وسایل با محکمه بکشانیم افراد و اشخاصی که در این نقش داشتن و این راه های غلط بر ضد منافع ملی امریکا، شما دیدین که در این تقاضانامه و با محکمه کشاندن ازی هم اول به اوج آمده منافع ملی امریکا، تنها اینا کسایی نیستن که بر ضد منافع ملی مردم افغانستان عمل کرده باشن، و به خصوص این شخص ناخلف با تأسف افغان اصل، اینا کارشان در مجموع در این مورد و از دونالد ترامپ در مجموع به حیث یک رئیس جمهور فاسد و نابخرد در سایر جهان بسیار زیاد توسط اینمی اشخاص و افراد که در افغانستان البته شخص با تأسف به نام خلیزاد که پیش میبره مطرح است. معرفی از اینا و محکمه کشاندن از افراد و اشخاص که در قبال از این سیاست ها قرار دارن و این جدا ساختن از او بخش صحتمند امریکا در قبال افغانستان و جهان بسیار یک امر ضروری است. این کار که ما کردیم تنها در ارتباط با وایت هاوس نیست، مدرسی های بسیار مکمل را در ارتباط با خلیجات و محکمه جانیان جنگی او در هاگز هم سپریدیم. شما فکر کنین که از سال از بسیار امان آغازین زلمه خلیلزاد که در او وقت به عیس یک ترجمان برای رونالد ایگان کار میکرد و به عیس یک عنصر به اصطلاح میانجی برای امریکایی ها و برای اداره وقت که در او نیوکان ها یا ریپابلیکن های افراطی داشته، تا این روز ای بزرگترین جنایات و عیس یک فرد در خدمت یک سیاست غلط انجام داده و این باید مورد بازپرس قرار بگیره. اینه ما برای چیزا من درجت دادیم، ای از همینجا آغاز میشه، از قصر سفید آغاز میشه و با محکمه و امدلی حاک جنایات را که این جناب انجام داده که شما اقتدادشه و متهمات را که من در خود می تقاضانامه برای قصر سفید که یک کار آسان هم نبود درج کردیم و اوجا مسجل ساختیم و از افغانهای ما در خارج و داخل به شمول اتباع امریکایی و غیر امریکایی در اروپا، امریکا و سایر نقاط جهان تقاضا کردیم که بی پیوندن. این کلش مستند است، این کلش سندسازی شده، این کی گونه و چطور برای بربادی، برای اضمحلال، برای به چالش کشیدن افغانستان، برای تجزیه افغانستان، برای ویران ساختن افغانستان، برای وطنی که با تأسف ای در اوج به دنیا آمده بایستی یک خائن ملی در برابر وطن خود و وطن دومش که امریکا باشه ای عمل کرده. و این خاطر بسیار ضرور بوده که این کار ما باید بکنیم و این کار ادامه پیدا میکنه. و ما با استفاده از این سوالی که شما کردین برای افغان ها یک فرصت بسیار بزرگ مساعد ساختین. لطفا وقتی که شما همونطور که لطف کردین برای ما گفتین و این تقاضانامه را برجسته ساختین، و ما بسیار از شما متشکر هستم که همون مواد بسیار اساسی زیر شما و اتهاماتی که در برابر ازی و طور مستند ما ایده سندسازی کردیم در این بپیوندن و نام خدا و نشان خدا به عیس وطن دوستان در برابر چنین یک خائن ملی که بر ضد منافع ملی امریکا و بر ضد منافع ملی مردم افغانستان عمل کرده درد و ثبت تاریخ بکنن. خب دکتر صاحب اجازه بتین، این من نمیخوام به دفاع از خلیزاد برایم، ولی میخوام که اظهارات شما را با بیننده های عزیزم تقسیم کنم. این دکتر زلمه خلیزاد چه مجبوریت داره که او هم به افغانستان خائن باشه و هم به امریکا خائن باشه؟ یک آدم نمیتونه که همزمان به دو کشور خائن باشه. خب اگر برای امریکا خائن هست، برای افغانستان شما او را متهم به خیانت میکنین، برای امریکا چرا متهم به خیانت باشه؟ به امریکا به این خاطر که او بخش افراطی امریکا که امین نیوکان ها یا ریپابلیکن های افراطی باشه که اینا به خاطر جنگ، به خاطر فروش سلاح، به خاطر تقویت منابع نامشروع اقتصادی خود که از طریق شعوع یعنی پخش توسعه جنگ و نارامی در نقاط مختلف جهان و فروش سلاح بالوسیله میشه در خدمت از او قرار داره. اما بخش کامل امریکا که منافع ملیش در جنگ نیست، در سلاح فروشی نیست و من جمله حزب بسیار نیرومند
در رأس و بر ضد از کارا قرار داره. این خیانت برای امر برای نام و برای نشان و برای هویت و برای شهرت امریکاست. خیانتش در ارتباط با مردم امریکا و منافع ملی امریکا در این نقطه نهفته است که کارای ازی در مجموع بر علیه منافع و مواضع ملی مردم امریکا در منطقه و جهان می باشه. یک خیانت است به خاطر یک دفاع از یک گروهی که توسط ازو ای و دیگرانش استخدام شده، من جمله اداره فاسد دونالد ترامپ که امی وظیفه‌شان است و ای فعلا به نمایندگی عظمی افراطیون ریپابلیکن در نقاط مختلف جهان. حالا شما فکر کنین از تمام قراردادهای جهانی مبرای در سوریه و تر در شرق میانه و تر در موافقتنامه برجام که ما میخواستیم که مثلا یک قرارداد استفاده از نیروی ذروی را برای برق استفاده کنیم، این ملغا قرار میده. از امی پروگرام انرژی و خود امی تخریب محیط زیست خارج میشه، مثلا ناتو را میخواه از بین ببره، مثلا میخواه که ملل متحد تگه نباشه. حالا حتی فکر کنیم که در یه وقت این سیاست ها کلش خیانت برای منافع نام نشان و شهرت امریکای واقعی است. این امریکایش و ایک رقم در عمل پیاده میشه. بهترین نمونهش افغانستان است که شما با قدرت ساختن جنایتکاران تروریستان چی به طور مستقیم و تا غیر مستقیم جنگ و نارامی را در منطقه دامن بزنید. تا بازم به سیاست تشکر دکتر سیب اجازه بدین چون وقت کم است، کمی بیننده ها را هم داشته باشیم. بفرمایید شما روی خط هستین آقای شریفی، کامنتار من نمیتونم دیده. بفرمایید خدا معرفی کنین. بله سلام علیکم. بفرمایید خدا معرفی کنین چه اظهارات شما داشتین در قبال صحبت های ما با دکتر سیب. خدا معرفی کنین بفرمایید. بله صحبت کنین لطفا. سلام آدم سیب. سلام به شما. خوب هستم تشم و خوب عبی بستم از بلا متفکر. بله متفکر سیب بفرمایید چه سوالی داشتین؟ اول خود جهان سپاس که همچون شخصیت ها را دعوت کردن، واقعا قابل ستایش هستن. همون چیزایی را که دکتر سیب ویدولا وحید ویدولا گفت معمولا تایید میکنن در مقابل در وقتی شما. دومی که این کار شاهکارانه را که دکتر وحید ویدولا کردن، این واقعا در خط زرین تاریخ افغانستان نوشته خواهد شد. خلیلزاد واقعا یک آدم خائن ملی است و این آدم باید به جزای اعمال خود برسه. بسیار اسناد و مداری که بسیار قوی وجود داره و افتخار به دکتر سیب که کار کرده غیر از افغانستان، حتی در فلسطین ها نشانت کرده. این آدم یک آدم خائن وطن فروش است به حساب. وقت نمیگرم. تشکر. خوشحالم که همچین شخصیت ها رو دعوت کردی. آریان صاحب جهان سپاس از خودت. تشکر شما. و تاریخ قضاوت خدا میکنم. یعنی وقتی که این آدم حمله طالبان بالای اطفال تایید کرد، سر انسان بودن از این ما خط کشیدیم. شخصا خود من. این با خودت هم معلومه آریان صاحب به صفت یک روشن فکر بسیار عالی. تشکر آقای متفکر. جناب آریان سیب برای قدردانی اجازه بدید دکتر سیب یک دو سی تلفن دیگر هم بگیریم. لطفا بفرمایید شما روی خط هستید. ببخشید دکتر سیب یک چند تلفن بگیریم چون ما یک ذره مشکل وقت داریم. آقای شریفی من کامنتار اینجا ندارم، کامنت نیست. بله بفرمایید. سلام خدمت شما آقای آریان و سلام خدمت میهمان شما دکتر سیب. بفرمایید خدا معرفی کنین لطفا. من نام کریم است از فرانبورگ شما را صدا کردم. بله همین چند از پیش به نام زدولای مجاهد از همین تلویزیون آقای خطاب باش مصاحبه میکرد، یک نماینده مزدور. بله کاش که همین سخنهای آقای ویدولای بهید اونا بشنوه. ما افتخار میکنیم به چنین شخصیت ها، همین را ادامت موفقیتشان از برگاه خداوند آرزو میکنیم. تشکر. سوال مشخصی نداشتین؟ سوال من همین است که تا کدام یا پیش میره به این اقدامی که کردن. بله نتایج این اقدام. بله ولی دکتر سیب شما چی تطور میکنین که آیا اقدام شما نتیجه خواهد داد که هر حرفا جایی را خواهد گرفت؟ یا من نمیخوام سوال خود هر بار تکرار کنم، یا در حقیقت طرح خود از این پلان خود آمریکا است، ایالات متحده آمریکا است که سیاستش در قبال طالبان تغییر کردن
وقتی که طالبان نزدیکیشان با ایران و مقامات کشور روسیه فدرال زیاد شد، سیاست بسیار ریجایش بسیار کلی در تغییر سیاست آمریکا در قبال طالبا وجود آمد. موضوعات به این شکل میبینیم. شما جناب آریان صاحب گرامی، پیش از اینکه من به این سوال شما تبصره کنم در ارتباط با این موضوع، میخواستم برجسته بسازم نام امی شنونده اول ما را که آقای متفکر بودیم، چون اسمشان من نشنیدم. آقای متفکر، آقای متفکر و قبل از من آقای متفکر. خوب ببخشین، من توجهی نشدم، یادداشت نکردم، بفرمایید. به هم حال من بسیار از اونها امتنان میکنم، من بسیار متاسف هستم که نامشان را نشنیدم و ابراز امتنان میکنم از درجه آگاهی و از درجه عمق اظهاراتشان. تشکر. با این مطلب من میخواستم خدمت شما بگویم که این کارهایی که ما میکنیم، این کارها چون مبنای قانونی و مستند داره در امریکا، بسیار نیروهای سالم هم بطرک بیشتر و شما گفتم تنام آمی کمی منتظر بانیم امریکا را در یک ترازو باید نندازیم. مثلا کنگرس امریکا که مجلس نمایندگان امریکاست که در ارتباط با ثبت ای ورق در قصد سفید با ما مساعدت و همکاری کرده که من از اونا ممنون استم، در رأس خانم نانسی پلوسی که او به اصطلاح سخنگوی و یا رئیس مجلس نمایندگان امریکاست، اینا ایگپا را تحقیق میکنن. خوب. در این کشور است که به یک نوع از انهار ایگه باسفورس و باسخاص وجود داره، چنانچه شما باید دارین که چندین بار خلیلزاد در مجلس نمایندگان امریکا مورد استیزا و مورد باسپورسی قرار گرفته که در برابر از اونا هم جوابات منطقی نداشته و در ریکارد ثبت است. بنابر آن یه اعمال بسیار جد محصر. بجازه دکتر سیب کمی بیدار بیشتر داشته باشیم، ببخشین. بفرمایین شما خود معرفی کنین صحبت کنین. بله. بفرمایین خود معرفی کنین صحبت کنین. آقای آریان معشمت امید هستم. بله آقای امید، بسیار زد خوش آمدین. ما باور کنین در شروع برنامه یک قطعه شعر زیبای شما را سردست کرده بودم که بطور که ماند و ماند. بسیار خوش آمدین. سلام با شما عرض می کنم و سلام با میمان گرامیتان دکتر وحید وحیدالله. بفرمایید. بسیار خوشحال هستم که یک موضوع بسیار اساسی همراهشان صحبت میکنین. من فقط میخوام بپرسم که چرا امی اتهامی که اتهام نامه به خلیلزاد که واقعا یک شخص مضر برای افغانستان و برای دیگرها بوده، چرا حال مطرح شد؟ چرا پیش از توافق نامه امرای طالبا یا در آمادگی که گرفته بود برای آوردن طالبا در اون زمان هیچ عکس العمل کس نشان نداد؟ خب بسیار خوب، همین سوال شماست که روی خط میمانین یا دکتر صاحب جواب بتن؟ بفرمایید دکتر صاحب. جواب من بشنوید، جواب خدا بشنوید. بفرمایید دکتر صاحب. اول اگر اشتباه نکده باشم رزی که نام ها همیشه آقای عشمت امید کرده، جناب امید صاحب. بله امید. نویسنده شاعر و یکی از برنامه سازان بسیار موفق در رادیو تلویزیون ما. جناب امید صاحب کسی باشه که ما با پروگرام اطفال رادیو افغانستان کار میکردم و اینا یکی از بهترین کادرهای شایسته سالار ما بودن. ما چقدر خوشحال هستم صدای مبارک از اینا رو بشتم. بله. و ما برای زندان به عیس یک شخص و عیس یک فرهنگی شایسته سالار و کارنامه هایشان بسیار میبالم و افتخار میکنم. از این سوالشان کده امی صدای مبارک از اینا رو بشتم به نهایت من خورسند ساخته. احترامات من جناب امید صاحب بپذیرید. احترامات من اونا فیلن بخاطر بزرگداشت از کارایتان بپذیرین و از شخصیت بزرگوارتان بپذیرین. ما یک جوان چند ساله بیش نبودیم که از وقت ما شما را بشناسم، درست است؟ و آمدیم در ارتباط با سوال شما، در ارتباط با سوال شما. خب وسایل اطلاعات جمعی شما میفهمین که چون بسیار زیاد متعدد است و یکان دفعه متعدد وسایل اطلاعات جمعی و پخش اخبار و اینا نه، این کار ما و خصوص در ارتباط با ظلمه خلیلزاد و اعمال نابکارش و نشایستش
از بیشاور تاس از 2001 تا والی سر از گپ میزنیم. حتی در می برنامه وزین تلویزیونی پنجره اروپا که آریانس متصدی و گرانده توانایش هستن در می هم ما صحبت کردیم در گذشته. اما ای که شما نشنیدین شما معذرت می خواهیم، اما این کار بسیار ادامه داره. ما به صاحبات بسیار متعدد و توضیحات بسیار جدی در ارتباط با مذاکرات تقلبی ساختگی و بی مفهوم از 2 سال قبل که تقریبا 18 ماری در بر گرفت پیوسته در برنامه های مختلف به شمول رادیو بی بی سی، صدای امریکا، الجزیره، سایر تلویزیون های بین المللی و درون مرزی و بیرون مرزی داشتیم. برای معلومات شما بگویم شاید شما بنا به مصروفیت و تعدد وسایل داد جمعی او را نشنیدین و اطلاع نداشتین. به این خاطر ما بر شما اطمینان میتونیم که این کار ادامه داشته و در گذشته هم صورت گرفته بسیار با وجه تشدیدیش، چنانچه امروز اگر مردم افغانستان یک شناخت دقیق از این چهره نابهنجار و ضد ملی مردم افغانستان و امریکا دارن، ما در این راستا با افتخار بر شما میگم کارهای بسیار بزرگ را از طریق مصاحبات، تلویزیون ها، رادیوها، اخبار، نوشته هایی که ما داشتیم، فیسبوک، سایر وسایل اطلاعات جمعی اجتماعی و سایر وسایل اطلاعات جمعی میدیا در خارج و داخل جناب امید صاحب گرامی این انجام دادیم و امیر میخواستم به شما توضیح بدم. دیگه این آنی نیست، این بسیار زیاد دوامدار بوده و انشالله در آینده هم دوام پیدا میکنه و طور مؤثر تا ما واقعا این عناصر افراد را که کلیدیستن در بربادی افغانستان به خورد و شناخت مردم افغانستان بتیم که برنامه امروز ما هم دمی مورد است. دکتر سب گیرم که اتر سوال قسم دیگه مطرح میکنیم، گیرم که دکتر خلیزاد امروز اعظمی سمت استعفا بده، بگوی ما خسته شدیم یا نمیتونم یا مرد اعتماد مردم افغانستان نیستم، آیا با تغییر یک شخص یا یک موره، یعنی سیاست امریکا در قبال افغانستان منطقه و جهان خصوصا در منظور پروبلم های افغانستان است عوض خواهد شد؟ یا بگیریم یکی دو سوال دیگه هم از بیننده میگیریم جمع سوال ما باز شما همین سوال پاسخ بدید. همین سوال بر شما جواب میگم برای اینکه باز مسائل این چیز میشه خلط میشه با هم. بفرمایید. بله این بسیار زیاد فایده داره به خاطر از اینکه معزول ساختن و یا برکنار ساختن یک فردی که او آدم فریبکار است و برای منافع ملی امریکا به درد نمیخوره که او رو باید برای امریکایی ها و برای افغان ها معرفی کنیم، یک عمل فوق العاده مؤثر است. فرد دیگه که میایه ولو که اگر در برخوردهای باز رار میکنیم که امریکا نمیگیم، اداره فاسد دونالد ترامپ و ریپابلیکن های افراطی میگیم که اینجا امریکا مغالطه نشه با تمام قدرتش با دونالد ترامپ و خلیلزاد، فایده داره، بسیار فایده داره. برای از اینکه این ناکامیه، چنانچه خلیلزاد در امو سیاست های شیطانی خود یک آدم ناکام بوده، معزول کردنش حداقل به عیس یک کسی که افغانستان را به این سویه به چالش کشیده تا یک امریکایی که شاید خلیلزاد نیست ولو اگر ارم و قیب داره. بسیار خوب دکتر، شما با من نظر خود استاد هستین، اجازه بتین بیننده ها را بگیریم. بفرمایید شما روی خط هستین، بفرمایید خود معرفی کنین سوالتان را مطرح کنین. جناب آریان صاحب سلام به شما و همکارای محترم، سلام به شما جناب میمان عزیزتان، جناب دکتر صاحب وحید وحیدالله. معرفی نکردین خدا آوازتان به سارنوال صاحب سلطانی میمانه. سلطانی صاحب بسیار زیاد خوش آمدین. همه تشکر از برانداختان از این پروگرام بسیار زیبان. کمی بلندتر اگر صحبت کنین آقای سلطانی عزیز، آوازتان کمک پخش تر میه. اولتر از هم ابزار سپاس و تشکری میکنم از شما، تشکر از شما عزیزتان که در این برنامه وسیل آمدن. در رابطه به مطلبی که پیشتر شما از جناب دکتر صاحب سوال کردین که چطور ما میتونیم که تایید کنیم که زلمه خلیلزاد بله ذوالخاینین هم به دولت امریکا و هم به دولت افغانستان است؟ در اینجا برای ما یک سوال است، اگر بتانید شما و خصوص جناب دکتر سه برای ما یک سوال جواب بتان که یک معماست و ثبوت میسازه این معما خیانت از این آدم در برای ملت افغانستان و امی جنگای نوبسامن، امی روزای آخر، امی وحشیگری های طالبان که من میبینم کلش ناشی از عملکرد خائنانه
و توافقنامه خائنانه زلمه خلیزاد با طالباس. من سوال خدایی جسم مطرح میکنم، نماینده فوق‌العاده وزارت خارجه امریکا یا دولت امریکا در امور افغانستان زلمه خلیزاد تعیین شد بود، در مطابقت با این موضوع جلسات را به خاطر توافقنامه با طالبا انجام دادن تقریبا 10-12 ماه و بالاخره در نهایت کوتاه می‌سازم، در نهایت اینا موافقتنامه را امضا کردن ولی به هر شرط عاجل 5000 زندانی بدنام طالب را میکنم، این کار میکنم، این کار میکنم، این کار میکنم، این به جهانیان ثابت ساخت خیانت زیره برای دولت امریکا براتان تشریح میکنم، برای جهانیان ثابت ساخت که در آینده فکرتان باشه که هر جایی که امریکا پای خودمان مثل سال 2001 در افغانستان و نام دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق انسان، دفاع از حاکمیت و استقلال از این کشور، این کاملا خائنانه است، این به مثابه یک استعمارگر با نام مستعمره اونجا پای خودمان میمانه مثل که به همین کار شد. و دیگه برای جهانیان فهمان که دولت افغانستان واقعا دولت مرزای افغانستان دستنشانده های دولت امریکاست، با او خاطر که او دستنشانده های دولت امریکاست، من نماینده فوق‌العاده امریکاستم، با شما توافقنامه را امضا میکنم، فردا ما 5000 زندانی مثلا مجرم خائنتان را رها میکنم، در حالی که من به نام رئیس یک سارنوال که سابق بودم و همه میفهم گرفتاری یک زندان، مراحل کشف، مراحل تحقیق، مراحل نظارت، مسائل ترتیب دوسیه، دعوی سارنوالی، محاکم سلاسه، این چه پروسیجر عجیب و غریب داره استایل تکمیل میکنه. یه همه چیز داره لایده من در یک روز و 5000 زندانی را اعلام میکنم. ببینید در اینجا بازم ثبوت میشه همین نکتر سوال شما و بتایید صحبت های دکتر سوید و ایدلا که این آدم واقعا دو طرفه خیانت مرتکب شد. از یک طرف چرا در این جریان جلساتی که موافقتنامه را با طالبان امضا میکرد یک نماینده با صلاحیت دولت فعلی افغانستان امروز نبرد و باری خود نشاند و دمی موافقتنامه امضای از او را نگرفت که بله اینی موافقتنامه را گنبار امضا میکنیم تحتی این شرایط شما دولت مردای افغانستان در آینده که تاریخش تعیین شده شما امید عملی میکنین. در اون صورت واقعا دولت افغانستان به وقت ملامت میبود، در حالی که این همین متن موافقتنامه را کاپیش آورد در جلسه رهبری دولت افغانستان صرف نشان داد، حتی یک کاپی زیرون برای دولت افغانستان نداد. اینجا بس که در غیاب از این مطالب دیگه در پشت پرده نهفته است، کاملا خائنانه، کاملا به اصطلاح غیر انسانی و از اقدام بجای دکتر صاحب عبدالله ویدلای وحید. ضمن اظهار تشکر و تشکر مکرر از برنامه وزیر شما، اگر زمین موضوع من جواب قناعت بخش بتونم از شما یا از دکتر صاحب پشتم. تشکر، لطف کردین. خب دکتر صاحب اگر مختصر جواب بفرمایید که کمی بینیدار بشه. جناب آریان صاحب شب تشکر از سارنوال صاحب روی خط باشین لطفا. بله مطالبی که مطرح کردم روی خط باشین. من چند چیز میخواستم که بله صحبت کنین دکتر صاحب بفرمایید. بله من چند چیز میخواستم که در ارتباط با سوالاتشان مطرح کنم. شما بگویم که همین مسئله مربوط با دکتر صاحب اجازه بدین ببخشین از کم پراگندگی، یک بیننده را روی خط داریم، اونا بفرمایید سوالتان را مطرح کنین. بفرمایید صحبت کنین لطفا. درود سلام خدمت آریان صاحب محترم و دکتر صاحب ویدلا وحید. درست؟ بله بیخی درست است. واقعا یک شاهکار کردین. من منعیس یک جوان این مملکت. نه صدای مرا دارن یا نه دارن؟ بلکل دارن. آقا بفرمایید صحبت کنین. منعیس مسئول کانون فرهنگی رو دکی ما واقعا دستایشان از عالم دوری میفشارم با این شکارشان که 40 سال بدبختی افغانستان 40 سال بدبختی افغانستان اگر ما مطالعه کنیم آغازگرش همین خلیلزاد بوده که ما شما شاهدش هستیم و کنفرانس بونه این شکل و صلح بین الافغانی را که در قطر اینا آمدن از آدرس آمریکا ایر امضا کردن، این یک خیانت دیگر و حکومتی که فعلا یک حکومت دو سره دیگر که ساخته شده، آیا آمریکا
آیا آمریکا چرا متوجه منافع خودش نیست و این بفهمه که فردا بدنامترین کشور شما میشین که کسایی را تعمیل تجهیز میکنین که اونا ایج وقت به منافع شما نیندیشیده و منافع شما را دنبال نکرده. شما تعهدی که به ملت افغانستان سپرده بودین که امنیت میاریم، دشمن دیرینه تانه که یعنی پاکستان از بجایش میشانیم و تروریسم از این مملکت بدور میکنیم، با اثر توطئه و شیطنت عمیق از دورهای خلیفتاد یعنی کمزاد و این مسئله اضافه تر شد، این جنگ ها تشدید بخشیده شد و هیچ آرامی و هیچ صلح و هیچ دشمن افغانستان بجایش نشانده نشد. و من تشکر بازم در آخر تشکر میکنم از جناب دکتر صاحب وحیدالله وحید، بسیار یک وقت اساس و بسیار یک وقت سرنوشت هاست که آمدن همچه یک شکایت را درج کردن که این بسیار به سرنوشت مردم و مملکت ما مفید است. تشکر، زنده باشین. خب دکتر صاحب لطفاً جناب آریان صاحب بسیار تشکر. در آخر یک جنبندی کنین که صحبت های خود خب بفرمایید. اول با ابراز امتنان از مطالب که شنونده و بیننده بسیار محترم ما ارائه کردن، میخواستم در ارتباط با سوال قبلی که سارانوال صاحب نگرانی ها را مطرح کردن چند چیز خاطر نشان بسازم. بله. یک، موافقت نامه قطر در طول امی تقریبا این دو سال شد که ما میگم از آغازش، ای یک بندوبست مصنوعی غیر واقعی و تبلیغاتی بوده. هیچ موافقتنامه، هیچ مذاکراتی برای معلومات شما تا جایی که مسئولانه برای شما میگم و خبر دارم در شکل تنا در یک چاردیواری رفتن و باز بعد از او باز بیرون شدن و در مقاطع مختلف اظهارات ساختگی از نام طالبان و همی اشتراک کنندگان در او مذاکرات کردن. این مذاکرات هیچ صورت نگرفته. همی ورق را که شما در ختم و اصطلاح مذاکرات دیدین که یک توافقتنامه بسیار موافقتنامه بسیار بی سر و بی پای از لحاظ تکنیکی، از لحاظ حقوقی، از لحاظ قضایی، این مامرای عظیمتن یعنی تقریبا دو سال پیش از امروز اول آشنایی داشتیم که یک تغییرات داشت نامده. بنابراین هر آن چیزی را که در بند از این موافقتنامه ها میبینین قبلا برای تبلیغات، برای قهرمان ساختن دونالد ترامپ که در خدمت از او خلیلزاد وزیر خارجه امریکا قرار داشته، ایره اینا به اصطلاح سازماندهی کردن و توجه عامه را در داخل امریکا و به خارج از امریکا برای قهرمانسازی دونالد ترامپ و برنده شدنش در انتخابات بعدی این سازماندهی شده. هیچ کدام از این عملی نیست، هیچ کدام از این واقعی نیست، هیچ کدام از این مطالبات صورت نگرفته. اجازه بفرمایید، اجازه بدین دیگه ببینید نکات مهم امیستاران والسف گفتن، اگه اجازه بفرمایید. بفرمایید شما هستین ببینید عزیز دکتر صاحب که میگن که 5000 زندانی هیچ زندانی. بله محترم آقای آریان بفرمایید صاحب، شما وقت خدمت دکتر صاحب وید الله، من از شهر خودتان شما رو زحمت دارم. عظیم جان هستین؟ بله صاحب. بفرمایید عظیم جان. مهربانی، یک سوال کوتاه جناب وید آقای دکتر صاحب وید عبدالله داشتم. همه خود ایشان در ملل متحد تشریف دارن، صاحب پستای مهمی را کار کردن، اونجا شناختی زیادی دارن، لسانهای بین المللی را وارد هستن، چرا چهره واقعی خلیزاد یا به جهانیان و به خود امریکایی ها معرفی نمی کنن؟ حتی بعضی برنامه سازا در پسوند و اخیر برای اعتبار و حیثیت بخشیدن خلیزاد به یک شکل مشون به افتخارآمیز میگن او با منافع امریکا کار میکنه، او یک امریکاییست. خب آقای آریان، ما و شما هم یک آلمانی هستیم، اما منافع کشور خودم در بعض وقتا باید در نظر بگیریم. خود آقای وحیدالله هم یک امریکایی هستن، اما باز در اینجا یک اشتباه، خلیلزاد امریکایی هم نیست، از یکی از ولسوالی های شیطان افغانستان است که از دم تیغ جناب حفیظ الله امینی فرار کرده بود. یا خلقی هستن اینا مربوط آیسا هستن. اگر درست تلاشی شود همین مملکت پوسوپال کنیم، شما سوانی همی که دوستوم هم شما پیدا کرده میتونید که از آسیای میانه است و خلیزاد شیطان هم شما میشناسید. شما خواهش میکنم این حرفای ما اونم را میشناسم آقای آریان، هم شما ما سال خاص خود تکا و پاره کردیم در روی از این لینا. حالا ببینیم در یک برنامه ششتم برای کابل پول جمع میکنم، در یکی وهابی ها تبلیغ داره، در یکی دیگه اونا برای زبیلای مجاهد تبلیغ میکنن. اینا به قصه خود هستم. اگر شما بتانیم ما واقعا دستایتان هم میفشارم میبسون در این ماه مبارک نمیدان، فقط یکان راه و چارش با امریکا صحبت کردن است و چیره ی خائنین است
مشخص بسازن که یا نه افغان هستم نه امریکایی هستم یا جاسوسای دو طرفه هستم. تشکر از اینجا، اجازه بدین چون ما یک مشکل وقت داریم، به این خاطر یک ذره شتاب زده کار میکنیم، پرابلم داریم. ببخشید نازیم جان، اجازه از دیگه رو بگیریم. تشکر. بفرمایید شماره خط هستین. خب دکتر صاحب، شما با نظر خود استاد هستین و در همه جا خیلی زیاده متهم میدانین، به خاطر ما نمیخوام سر موضوع خود بیشتر جناب آریان در پاسخ با چند تلفنی که جناب محترم از اینجا نباید که سوالات را مطرح کردن و بسیار سوالات خوب مطرح کردن، اجازه بفرمایید که من جوابشون را بفرمایید. جناب محترم عظیم جان، تشکر از سوالات شما. سوال اول شما این بود که چرا ما از طریق سازمان ملل متحد و مجامع بین‌المللی این چهره ها را افشا نمی کنیم. من قبلا خدمت شما گفتم که امیر محکمه جانیان بین‌المللی یک بخش از ملل متحد است. زیادترین کار در ارتباط صورت گرفته و تمام دوسیه جنایات خلیلزاد به شمول سایر جنگ سالاران، به شمول گلبودین، قطبودین، شاهبودین، این کسایی که مشناسین، ما در این مورد چه کار کردیم و کل زیر جد داده شده مقتوار تاریخی و در اوج این ثبت است. این محکمه یک تعداد زیاد از اعضای ملل متحد عضوش است و در اینجا این تسجیل شده، این کار ما کردیم یک. و دوم دیگه در ارتباط با این که گفتیم که ما از امریکا است، ما نمیخوایم که دیگران را بگویم که چرا از بحر عادسه پناه آوردن، مثلا شما مثلا دیگران تابعیت کشورهای خارجی را قبول کردن. برای معلومات شما اولین دفعه است که میده چون شما مطرح کردین، میگم ما تبع امریکا نیستم. ما ضرورت نداشتم که تبع امریکا شوم. حتی یک کس گفته بود که گویا ما عضو یکی از سازمانهای جاسوسی من جمله از امریکا است. ما برشان گفتم که نه، امریکا نیستم و یکی از قوانین متداول در ایجه ایست که شما نمیتونین که با سازمانهای جاسوسی بخصوص در ای کشور کار کنین اگر تبع از مملکت نباشین. ما با یک جیب خود پاسپورت پر افتخار افغانستان و با جیب دیگه خود پاسپورت ملل متحده دارم که توسط از او بدون ویزا به تمام کشورهای جهان مسافرت کرده میتونم. بنابر آن نمیخواستم این گپ بزنم، اما ایره برای اولین دفعه چون سوال بسیار مهم مطرح کردین و دیگران را هم ملامت نمیکنم که از بحر عادسه مجبور شدن که تابعیت خود را تغییر بدن. ما تابع امریکا برای معلومات و برای خدمت شما و شما وسیله شدین که ما به دیگران بگویم نیستم. تشکر دکتر صاحب. اجازه بدین که تلفن بگیریم. آقای شریفی وقت داریم؟ بله بفرمایید، شما روی خط هستین. سلام خدمت آریان صاحب و دکتر صاحب ویدلا، معظم نوویسم از آنبورد که ما زحمت دادم. نوویسم خوش آمدین، بفرمایید. خیانت دکتر خلیلزاد به همه واضح است بدون چون و چرا. به خاطر که این دزدا، غادرگرا، غارتگرا و بیوجدانا را روی کار آورد، تمام پولهایی را که امریکا کمک کرده بود برای ملت بیچاره افغان کلش به غارت بردن. این خیانت از این مشهود است. هیچ آزاد به چون و چرا نیست. و از دکتر صاحب بسیار تشکر میکنیم که مسئله در ملل متحد مطرح کردن. با ازار سپاس و خدمات شایستهشان تشکری میکنم. خداحافظ شما. تشکر. خب دکتر صاحب، از شما هم تشکر. نظر شما هم در مورد توافقنامه جدیدی که امضا شده، چقدر شما با این خوشبین و یا بدبین هستین؟ میخوام داشته باشم چون یک خبر تازه. توافقنامه یا موافقتنامه جناب آریان صاحب یک ترمینولوژی یا یک اصطلاح حقوقی است. بله. این توافقنامه نیست، یک معامله بسیار بی اساس فاقد جوانب قانونی و حقوقی است که به خاطر تقسیم و غصب قدرت و غارت صورت گرفته و ما یه چیز نامش حتی موافقت نامه و یا توافق نامه ما نمیتونم برزی که یک ترمینالوجی و خوخیز. این فقط به خاطر از این که به دزدی، به تاراک، به جاسوسی، به وطن فروشی همچنان مثل 5 سال گذشته ادامه پیدا کنه امضا شده و این نوع از مشروعیت و قانونیت در برابر مردم افغانستان، اراده مردم افغانستان، نه در انتخابات که صورت گرفت که مردم در اشتراک نکردن و بر از نارایی ندادن و نه ای که دو نفر متقلبه که عالی باز یک ورق جدید امضا کردن، هیچ نوع مشروعیت قانونیت نداره و هیچ نوع اثرگذاری برای تغییر مثبت برای آینده افغانستان نداره تا که افغانستان واقعا حکومت مردم برای مردم و توسط مردم دهش ایجاد شوه. او بیشتر از خود شرایط داره و پیش از او باید که افغانستان استقلال، حاکمیت و تمامیت ارزش باید که مطرح شود که فعلا خدشه‌دار شده
و کشور آزاد ساخته شود از گیر آنانی که تجاوز و مداخله کردند که در رأس از او آی اس آی قرار داره و قسم رژیم آخوندی ایران و اینی مزدورانشان که فعلا برق چیشتن که هر روز یک دانه قرارداد و موافقت نامه و نامش را میمونن که کلش تقلب است. این چیزا فایده نداره، این فاقد مشروعیت بدون اعتبار و فارغ از مؤثریت هر گونه بر اوضاع کنونی اوضاع را تشدید میکنه، جنگ بیشتر میسازه و زمینه را برای دزدی، برای تاراب امر خود از نام برای باداران پاکستانی و ایرانی از نام سایت تر میسازه. امیس تبصره ما در ارتباط با ورقپاره که چند روز پیش اینا با فرید خواستن که برابر مردم ظاهرشان او را به اصطلاح امضا کرده. خب بینیده های عزیزی که از فیسبوک سوالات خود مطرح کردن، دکتر صاحب فرصت باز به سوالاتشان پاسخ خواهد گفت. چرا فعلا ما در وقت کم داریم، حدود 5-6 دقیقه دیگر نداریم. در کل یک سوالی که چند بار مطرح شده و آقای عظیمی هم مطرح کرده که چقدر این امکانات عینی یا واقعی وجود داره که خلیلزاد محاکمه شود، چون دولت آمریکا پشتیبان خلیلزاد است. و در کل این سوال ایتور اگر اضافه بهش بکنیم دکتر صاحب، که خوب خلیلزاد هم یک نماینده آمریکا است، آمده کرزی هم یک نماینده آمریکا است و اشرف غنی هم هست، همین موره هایی است که آمریکا دسترس خود داره و جناب سلطان زوی صاحب هم هست. این چه تفاوت بین از اونها خواهد ایجاد خواهد شد؟ اعتراض جناب آیانس که ما چندین بار تکرار کردیم که ما یک تفاوت بین مردم آمریکا نمایندگان آمریکا و دولت آمریکا کنیم. دولت آمریکا فعلا در راستش یک آدم فاسد، جنگ طلب، شرط طلب و جنایتکار مثل دونالد ترامپ قرار داره. این دولت آمریکا نیست، این نمایندگی از مردم آمریکا نمیکنه. وقتی که منافع ملی آمریکا رو نقض میکنه، پس خودش یک آدم زده آمریکایی است. ما با منابعی که واقعا از آمریکا و منافع ملیش نمایندگی میکنه، که برای کنگرس و سنای آمریکا باشه و مجلس نمایندگان آمریکا باشه، کار میکنیم و این کارهایی که ما میکنیم برای نیکنامی و خوشنامی و به اصطلاح درست توضیح دادن منافع ملی آمریکا در سطح منطقه و جهان شما اثر است و اونا از ما در این کار با ما یک جای کار میکنن، دفاع میکنن و این کار نتایج بسیار ملموس را در قبال میداشته باشه. با کنار رفتن اداره فاسد دونالد ترامپ که فعلا منظوریش در برابر آمریکا و خصوص بعد از امی رسیدگی بسیار غلط و نادرست و غیر مسلکی در برابر ویروس کرونا درست یه 30% است. فعلا اولین رئیس جمهور است که برای انتخاب دوره دوم در 30% منظوریش به اساس اندازه‌گیری های بسیار مسلکی که در این جامعه صورت میگیره تقلیل یافته درست است. و با رفع شدن ترامپ و کنار زدنش و نماینده پاستش مولونر کوزه تغییر میکنه و ما با امی امریکایی که او امریکای 60 سالار است، امریکای خوب است، امریکایی که منافع امریکا را میخواه در داخل خارج، ضد تروریسم است، ضد مواد مخدر است، ضد دهشتگری و وحشتگری افتادی است، مثل که در سال 1901 امریکا با چه خاطر بگیرم؟ بر ضد تروریسم رفت، بر ضد مواد مخدر رفت، بر ضد القاعده رفت. پس هم امریکا بسیار زود با امیدواری و با دقت بر شما میگم که پس اعاده شده نیست و پس آب دمو دریای روان خود بود که روان بود. ما پاکستان تا سرحد دروازه لست سیاد سازمان ملل متحد شما اطلاع دارید شامل ساختنش در لست جنایتکاران و سیاهکاران تروریست جهانی رساندیم. او پروسه ادامه پیدا میکنه و ما این کشور تا آخرین لحظه نه تنها برای قطعش در مداخلاتش در افغانستان و تجاوزاتش، بلکه مطابق به پلانی که ما مطرح کردیم که برای تجزیه پاکستان باشه، از نقشه و جغرافیای کره زمین برتان برطرف و برکنارش میکنیم. اینمی تصمیم ماست و امیدوار هستم که مردم افغانستان و وطن دوستای افغانستان در داخل و خارج با ما یک جای باشند. تشکر. چند دقیقه محدود داریم دکتر صاحب، یک دو تلفن دیگر هم میگیریم. بفرمایید شما ریخت هستین. بفرمایید خود معرفی کنین. بفرمایید. بفرمایید. سوال ما این است که هر کس به تلفن زنگ میزنن بر کس که مثلا یک رئیس جمهور افغانستان بله او رو بد میگن، خیلی میتونه که رئیس جمهور شود افغانستان؟ این بد بود، بابک کارمل بد بود، دکتر نجیب بد بود،
شما سعی کنید میگه میگه بعد از تمام رهبرا کل این هر کس غیبت یکی دیگر هم میزنه. نمیتونه که اتفاق کنه حکومت صحیح رو جور کنه، هر کس بعد پشت خیلی کی میتونه که رجوع موشه و در افغانستان از این برازر ممکنه این سوال داشت کنه کل اگه به جنایتکاران میگه کی میتونه که مثلا در جمهور باشه به نظر زید افغانستان فعلا. تشکر. خب دکتر صاحب با می سوال راستی هم شما یک جنبندی کنین که بالاخره رای برین رفت. خدمت شما بگویم که افغانستان زمانی میتونه که رئیس جمهور که او به مردم توسط مردم از جانب مردم انتخاب شده پیدا کنه که اول آزاد شوه و دوم دیگه میکانیزم های پذیرفته شده محلی و بین المللی برای برگزاری یک انتخابات واقعا شفاف که او یک حکومت مردم برای مردم و توسط مردم که این خودش یک بحث طولانی است و راهای رسیدن به این که در طرح موجود داره که ما رو به خدمت شما روان میکنم برای حل و فصل منازعه‌ای و حاکمیت در افغانستان، اون وقت میتونه که ما یک حکومت مردم توسط مردم برای مردم داشته باشیم که در راست از او یک آدم منتخب با اراده واقعی، نه تقلب، نه دزدی، نه خیانت به قرار بگیره. و افغانستان از این افراد اشخاص در داخل و خارج بسیار زیاد داره برای معلومات شما بگویید، نه این آنانی که به خاطر تصاحب قدرت جعلکاری، دزدی، تقلب، خیانت و وطن فروشی برای پر کردن جیب ها و تاراج از این مملکت و فروشش برای بیگانگان به خصوص برای همسایگان کمر همت بسته کردن و در خدمت بیگانگان قرار داره. امیز جواب رو بر شما. تشکر دکتر صاحب، کفایت میکنم. بسیار زیاد لطف کردین که سیمانه با برنامه ما به شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان حضور یافتین و نظریات خود با بیننده های عزیز و هموطنان گرامی ما تقسیم کردین و امیدوار هستیم که شما وقت هم اگر فرصت پیدا کردین با سوالاتی که در فیسبوک مطرح شده هم پاسخ های ابراز کنین. بسیار زیاد تشکر از شما در همین جا. ما برای کلشان وعده میتونم جناب آریان صد که ما پاسخ هایشان میتونم و سایرینی که حتی سوال مطرح نکردن چون برنامه را شما با فیسبوک هم نشر میکنین سوالات بیشتر مطرح کنن، هر بخشی که مطرح میشه ما در خدمتشان میباشم و وقت کافی ما میگذارم برای که و خدمت از اونا جا بگویم. از شما بسیار زیاد تشکر و از برنامه های روشنگرانه ایتون بسیار تشکر که در خدمت مردم افغانستان هستین. احترام ما هر روز برای شما بیشتر و بیشتر و اتخادم ما رهبران و شایسته سالان مثل شما داشته باشیم تویز که افغانستان معزلش بلاخره با امی وطندارای ما که هر کدامشان ما در وصفشان بگویم از آگاهیشان، از دردشان و از سوالاتشان، از تفصیلایشان، از کامنتایشان ما یک جهان سپاس گذاری میکنم. لینای شما کاملا پر است ولی ما بیشتر وقت نداریم و فکر میکنم به قدر کافی هم شما نظریات خود ابراز کردین، گفتین. بینیدهای عزیز فکر میکنم کفایت میکنه. به همینجا با دکتر صاحب خداحافظی میکنیم از اینکه به برنامه سهم گرفتین و نظریات خود ابراز کردین. بسیار زیاد تشکر.